شماری از ساکنان شهر برمینگام بریتانیا و جامعه یهود این شهر اینجا برای همبستگی با قربانیان حمله اخیر حماس در خاک اسرائیل که منجر به کشته شدن بیش از 1000 نفر در آنجا شد که شمار زیادی از آنها هم غیر نظامیان بودند، اینجا تجمع کردند و تا نشان بدن همبستگیشان را با جامعه یهود اینجا و همچنین با جامعه یهود اسرائیل و سایر شهروندان اسرائیل نشان بدن که اینجا آنها با آنها هستند و در واقع آنها را تنها نگذاشتن. و همچنین میدونیم که در روزهای گذشته در سایر شهرهای بریتانیا تجمعات بزرگی در حمایت از فلسطین برگزار شد، همین گونه امروز هم در اینجا در حمایت از اسرائیل و شهروندان این کشور که در جانهایشان را در حمله اخیر حماس در آنجا از دست دادن. ما در اینجا در کنارم لورد آستین، یکی از نمایندگان مجلس اعیان بریتانیا است که در اینجا در این همایش آمدن شرکت کردن تا نشان بدن همبستگیشان و جامعه یهود بریتانیا. میخوایم از اینا بپرسم که اینها عملات اخیر حماس که در خاک اسرائیل انجام شد چگونه ارزیابی میکنن و چقدر اینها همبستگی دارن با جامعه یهود بریتانیا. همونطور که میبینید صدها نفر امشب اینجا در برمینگهام گرد هم آمده اند تا به خانواده های بیگناه اسرائیلی، مردان، زنان، کودکان و حتی نوزادان که در حمله تروریستی وحشتناک هفته گذشته قتل عام شدند ادای احترام کنیم. ما اینجا هستیم تا همبستگی خودمون رو با مردم اسرائیل نشان دهیم و برای بازگشت امن گروگان ها و سربازان ارتش اسرائیل دعا کنیم. سربازانی که قرار است به غزه بروند چاره جز انجام این کار برای نجات گروگان ها و مقابله با حماس ندارند. دولت بریتانیا و همه احزاب سیاسی کشور در همبستگی و حمایت کامل از مردم و دولت اسرائیل در کاری که باید در چند هفته آینده انجام دهد، یعنی رفتن به غزه و برخورد با حماس، شریک هستند. مطلقاً هیچ انتخاب دیگری در مقابل این کار وجود ندارد. این یک حمله تروریستی وحشیانه بود و ما دیدیم که حماس دقیقاً همون داعش است و دولت اسرائیل چاره‌ای جز رفتن به غزه و مقابله با تروریست‌هایی که اسرائیلی‌های بی‌گناه را ربوده‌اند و نجات گروگان‌ها ندارد. من کاملاً از واکنشی که دولت اسرائیل و مردم اسرائیل باید انجام دهند حمایت می‌کنم. آنها قربانی وحشتناک‌ترین حمله تروریستی در تاریخ مدرن و بدترین حمله به یهودیان از زمان هولوکاست بودند. حماس یک سازمان تروریستی وحشی دقیقا مانند داعش و دولت اسرائیل مطلقا راهی جز رفتن به غزه برای نجات گروگان ها و مقابله با حماس ندارد.